همینجا بود. پیدا نمی کنم. نیست. باشه، آروم باش. یکی زن بود ولی نمیتونم پیداش کنم. آروم باش، کسی که پیدا کرده ازش استفاده ولی کرد. ولی اون کارت نامحدود بود. چطور؟ حواسم نبود. من خیلی معذرت میخوام، اونو پولو بهت میدم. تو مقصر نیستی. اتفاقی که افتاده، بی خیال، تو خودتو اذیت نکن. این امکان نداره. هرچی که بشه من اون پولو حتما بهت برمیگردونم. دارم بهت میگم مهم نیست. نمیفهمی؟ چطور مهم نیست؟ زودی یه کاری کنیم، باید به بانک زنگ بزنیم، باید چه بدونم، یه کاری باید بکنیم، یه چاره ای. من همشو حل میکنم، تو آروم باش. معذرت میخوام، معذرت میخوام، همش اشتباه منه، خیلی معذرت میخوام. دستمالو بگیر. من نباید اون کارتو میگرفتم. خدایا چرا اون کارتو گرفتم؟ من واقعا معذرت میخوام. تو اینجا یمون یه صدای شنیده، اون چیه دستت؟ از اون آدم خبری شد؟ پرونده رو بررسی کردی؟ چی شد؟ موفق شدی؟ چیزی نیست که ازش بترسی. یعنی نجات پیدا کردی ماره؟ آدم ندیم، کسی که صدا رو آنالیز کرده بود و پیدا کردم آبجی. البته راحت نبود، اما با کلی پول درست شد. ولی بالاخره قانع شد. گزارش واقعی از ضبط صدا رو طرف جلوی چشمام نشونم داد. تو چی کار کردی؟ کارای سلیم توی بانکو تونستی حل کنی؟ دوباره پولو تو حساب سحر گذاشتیم، یعنی اونجا هم مشکلی نیست. اینجوری من و تو آخرین میخو به تابوت سحر زدیم زهر. صدای ضبط شده متاسفانه واقعی هستنی. علی‌رغم اون همه دقت توی بررسی، هیچ ردی از مونتاژ در نیومد. متاسفانه این واقعیته. اینم گزارش شد. یامان، اینم فیلم سلیم که از دوربین بانک گرفته شده. وقتی داشتن با سحر پولا را انتقال میدادن. واقعا خیلی متاسفم یامان. منم تا لحظه آخر امید داشتم. گفتم برای سحر یه نقشه بزرگی کشیدن، ولی اصلا مثل بابات نشد. مامانت میخواد بره پسر، بابایت میخواد فرار کنه. اصلاً مثل بابات نشد.
یمان تو خوبی؟ یمان وقتی من به هیچ زنی اعتماد نداشتم فقط به تو اعتماد کردم. تعریف کنی یمان، دلیل اینطوری بودنت، دلیل سکوتت چیه؟ خیلی عذاب میکشم وقتی اینطوری. چی شده به هم بگو. واقعیت هرچه هست میخوام بدونم. چرا سکوت میکنی؟ به خاطر این که تو برای من بی‌ارزشی. حالا واقعیت رو فهمیدی؟ برای من تو هیچ ارزشی نداری. من چیزی به اسم تو دیگه نیست. تو این عمارت، تو چشمای من دیگه هیچ ارزشی نداری. اما همه این اتفاق همه چیز فقط به خاطر یوسف بود. برای از دست ندادن یوسف باید اینجا می بودی. کاری که لازم بود انجام دادم. نه همه چی تمام شد. خونواده و آدمای اجتماعی بیرون همه باورشون شد. همه باور کردن. حتی تو هم باور کردی. تو گودالی که کندم افتادی. اما دیگه این داستان تمام شد. مگه نمیخواستی اینجا باشی؟ زیر این سقف؟ همونطوری که خواستی میشه، اما اونطوری که من میخوام.
بیرون از این در باید همه چی عادی نشون بدی. اما اینجا، تو این قفس، تو این زندان، میخوای نفس نکش، میخوای جون بده، برای من هیچ ارزشی نداری. الانم از جلو چشم برا گم شو. لارتی، این کار تموم شد. حالا واقعیت رو فهمیدی؟ برای من تو هیچ ارزشی نداری. همه چیز رو باید عادی نشون بدی، اما اینجا، تو این زندان، میخوای نفس نکش، میخوای جون بده، برای من هیچ ارزشی نداری. همه چی تموم شد، همه باور کردن، حتی تو هم باور کردی، تو گودالی که کندم افتادی، اما دیگه این داستان تموم شد.
اگه یوسف نبود. همه چی اونطوری که گفتم بود. قسم میخورم کار من نبود.
میخوام برم خونه، خواهش میکنم. متاسفم، گزارشو گرفتم. ولی تو مظنون به دزدی هستی نسلیان. مجبوریم که امشب تو رو اینجا نگه داریم توی بازداشتگاه. ولی بازداشتگاه؟ من کاری نکردم. چرا کسی باور نمی کنه؟ من باور میکنم. همه چیز درست میشه، موضوع رو حل میکنی. باشه، مطمئن باش. داخل اونطور که میخواستین آماده کردم. آره، خانواده خیلی خوبی هم شدن آتیش پاره. همیشه خوشحال میمونن جونورا و آدم بدوم خوشحال میشن امو جون. آره خیلی خوشحال میشن. مگه نمیخواستی اینجا باشیم؟ زیر این سقف؟ همونطور که میخوای میشه، اما جوری که من میخوام. خارج از اینجا به همه چی عادی نشون میدی، اما اینجا تو این قفس، تو این زندان، چه نفست بند بیاد و چه جون بدی، واسه من هیچ ارزشی نداره. دخترم، خوبی؟ رنگت پریده؟ نکنه سردت شده؟ یه چیز گرم بیارم واسط میخوری؟ نه آبجه دلند، یکم هوا خوردم بعد از بیمارستان لازم بود، الان میخوابم. خوبه، پس هر موقع خواستی برات آماده میکنم. باشه. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. آه نسلیان، آه، اگه شارژت تموم شده بیرون چی کار می کنی؟ آخه چرا رفتی؟
کل شب و باید اینجا بمونم؟ روند کار اینطوریه، مجبوریم. ولی واسهت پتوی تمیز آوردیم، غذا هم آماده است. چیز دیگه یه میخوای؟ میخوای به خالت زنگ بزنی؟ میتونی از تلفن من استفاده کنی؟ نمیتونم که، خجالت میکشم همچین چیزی رو چجوری به خالم بگم. اینطوری نگران نمیشه؟ گفتم بعد از کلاس میرم خونه یه دوستم، الانم نگران شده، چند ساعت طول کشید، خیلی خجالت میکشم، نمیتونم، بعدشم خالم خیلی میترسه. باشه، فقط آروم باش. باشه، بهتره غذا تو بخوری برای اینکه زف نکنی. منم بهتره دیگه برم. فرهاد، نمیشه نری؟ بازم میام پیشت، نگران نباش، نترس. تو این اتاق با اون امکان نداره. به خاطر یوسف، همه چیز به خاطر اونه. به خاطر یوسف، به
چی داری میگی پسرم؟ دزدی چی؟ چه باز داشتی؟ آروم باشید. نسلیهان به خاطر اینکه خجالت میکشید نتونست باهاتون تماس بگیره. منم فکر کردم رو در رو حرف بزنم خیلی بهتر باشه. آروم باشه میدونت خانم. ببین دست آقا فرهاد درد نکنه. نسلیهان تحت نظر اونه. بله بله حتما. امشب فقط به خاطر روند کاری اونجا میمونه. فردا دادستان بررسی میکنه. منم مطمئنم که به احتمال زیاد سوء تفاهم بوده باشه. همینطوره. یعنی ممکنه این کارو کرده باشه، میخواسته به اون دوره برگرده. آروم باشید، همونطور که گفتم احتمالاً سوء تفاهم پیش اومده. نه من خیالم راحت نمیشه، خواهش میکنم بریم دخترم رو ببینیم، من جور دیگه ای خیالم راحت نمیشه. باشه عدالت خانم، شما آماده شین، چند لحظه بعد بریم. الان وقت استراحتته، به خاطر من اومدی؟ فکر کردی اینجور جا تنهات میذارم نسلیان؟ چجوری اومدی تو؟ یعنی من فکر میکردم نمیذارن همه بیان. تو الان به این چیزا فکر نکن، نترس. همونطور که یه راهی پیدا کردم اومدم تو، هر کاری میکنم تا ثابت کنم که تو بیگناهی، نگران نباش. چطور میشه؟ صبح منو میخوان ببرن پیش دادستان. نمیذارن، حلش میکنن. دختری که به تهمت زده رو پیدا میکنم، میرم باش حرف میزنم، کاری میکنم بیاد همه چی رو دونه به دونه بگه. چرا این کارو میکنی؟ یعنی چرا اینقدر تلاش میکنی؟ هنوز نفهمیدی، تو واسه من خیلی مهمی. تحمل میکنم، به خاطر تو خیلی چیزا رو تحمل کردم، فقط کافیه تو پیشم باشی، کرمانی که هیچ، دنیام جلو وایسن بی خیال نمیشم. همه چی به خاطر توی عزیزم.
اینجاست، بوش، روحش، با هر ذره‌اش اینجاست، تو سرمه، درونمه. مادر شدن، همه چی رو فهمیدیم تو زمانی که گذشت. بعضی وقتا با جنگیدن، بعضی وقتا با اذیت کردن همدیگه، ولی بالاخره وقتی برمیگردم و نگاه میکنم فقط تویی که بهش اعتماد داری.